چند روزه می شود که آزمون نهایی سمستر بهاری دانشجویان پسر در دانشگاه‌ها آغاز شده است، اما دختران دانشجو که از آموزش به دور ماندند چشم به راه باز شدن دانشگاه‌ها هستند. آنان میگویند که بسته ماندن دانشگاه‌ها سبب عقب گرد دختران در بخش آموزش خواهد شد و از امارت اسلامی می‌خواهند که بی‌درنگ دروازه‌های دانشگاه‌ها را بر روی دختران باز کند. امتحانا شروع شده، بچه‌ها اجازه امتحان دارن، بچه‌ها اجازه دارن مکتب پنتون برن امتحان بدن، ولی دختران ندارن. چرا؟ یعنی دلیلش چی است؟ یک حالت هست که همه ما تقریبا در انزوا رفتیم، تنها خواسته ما از دولت همین هست که زودتر دانشگاه ها باز شود و مکتب ها باز شود تا بتونه که دوستای ما خود ما درس بخونیم. از سوی دیگر رئیس جمهور پیشین کشور در دیدار با نماینده ویژه ژاپن برای افغانستان یک بار دیگر بر بازگشایی بدرنگ دروازه های مراکز آموزشی در کشور بر روی دختران تاکید کرده است. آموزش دختران در جامعه افغانستان از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. می تواند در رشد و شکوفایی کشور نقش بسزایی را بازی بکند. همزمان با این، وزیر دولت برای همکاری‌های بین‌المللی قطر در دیدار با مقام‌های ایتالیایی درباره راهکارهای همکاری در بخش بهداشتی و آموزش در افغانستان گفتگو کردند. قطر چون دید خوبم دارد در مورد طالبان و می‌خواهد که مساعدت کنند، بنان این لابیگری و دید و بازدید با جهان در خصوص افغانستان مفید واقع خواهد شد، خصوصا در آموزش و تعلیم دخترها و اشتغال کار خانم‌ها. این در حال است که نزدیک به 6 ماه از بسته ماندن درهای دانشگاه‌ها بر روی دختران در کشور می‌گذرد. هرچند این موضوع واکنش‌های جهانی را در پی داشته است، اما تا اکنون از بازگشایی دروازه‌های دانشگاه‌ها بر روی دختران در کشور خبری نیست. پیش از این امارت اسلامی گفته است که این مسئله دائمی نیست و تلاش می‌شود تا هر چه زود دانشگاه‌ها بر روی دختران باز شوند.